سلام و درود به بینندگان عزیز، دوستان گرامی. امیدوارم که روزهای خوبی را سر گذرانده باشید در این دنیای عجیب و غریب و روزهای خوبی در انتظارتون باشید. کسانی که با مولانا آشنا هستند اینه میفهمم که برای درک مثنوی مولوی بیش از 70,000 شعر، اون شعر اولش کلیده، عبز نظم و کلیدای آقای روحانی که به هیچ قفلی نمیخوره. این کلید باعث میشه که اینو بفهمید، بعدش میتونید سر تا سر این 70,000 رو بفهم، درک کنی، کلید درک. اونم میگه بشنو از نی چون حکایت میکن، و از جدایی ها شکایت میکن، و از نیستان تا مرا ببریدن، و از نفیرم مرتوزم نالیدن. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل. یعنی هویت باختگی این بازگشت به خویشتن، بازگشت به اصل، بازگشت به نور، بازگشت به واقعیت‌های وجودی. من بر جمعیت ناران شدم، جز خوشحالانم بر آران شدم. هر کسی از زن خود شد یار، از درون من نجست اسرار. این آقای خامنه ای هم یه سرنوشت اینجوری پیدا کرد، هر کسی از زن خودش یارش میشه و ماندن تو درون هیچی میگذره. و چون ماندن به تخیلات، به راجفگویی، به ایچیدا متوسط میشن، تا جایی که میگن آقای خامنه مرده یه بدل داره، بدلش داره، یه دوره مدتی سال تمام یه دیوانه این نظریه رو داده بود، چیز خارج شد. یک کسی مانده است وضعیتش اون شیکاگو بوی مثل مینا. یک کسی، یک کسان ایران انترناشنال اخیرا گزارشی از نشست آقای خامنه ای با سران سپاه، سران امنیتی، سران حوزه، اینا گزارش اینا را شنیده. یه خامنه در هم ریخته، فرو پاشیده، اعتماد به نفس نداره و این چیزا ارائه میدم ازش که فاتح نظام خونده است. یعنی چیزی که در واقعیت پیش نرفت الان در تخیل پیش میخواد ببرمش. و این چند روزه این تلویزیون های لس آنجلس و بخصوص ایران انترنشنال که سعودی انترنشنال بود، حالا مثل که سیونیست انترنشنال شد. این داد کارشناس آقای عالی جانی، آقای سازگارا، آقای فلان و اون چشم قلو چه چی هست چش بوقه که نمیه اسمی داره بیده. اینا ریختن این تفسیر رو تحلیل میکنم که اینجوری هست، فرو پاشیده، یعنی سپاه پاسداران که ستون حفظ نظامه و روحانیت، همینجور اینان میگن 5,000 طلبه استفاده
فرو پاشیده، دین فرو پاشید. بعد اونا گزارش دادن که گویا نیروهاشون فرو پاشیدن همه چی، آی خانه هم گویا و به جون هم افتادن که تو پول دزدیدی شمخانه، پسرش بچهش بوی افشن شمخانه اونا رو افشا کرده. ایدام جلسه عجیب و غریبی. سر من از ناله من دور نیست، یک چشم و گوش را من نور. آینت دانی چرا قماز نیست؟ دان که زنگار از رخش ممتاز نیست. رو تو زنگار از رخش آکن، بعد از آن نور را ادراک کن. این آینه های زنگار گرفته تو تمام همه چی رو کجه کله میبینه. زنگار گرفته، زنگار تو مغزتونه، زنگار تو ذهنتونه. این تقصیر آقای خامنه ای نیست. تو زنگار از رخش چیز کن، بعد از آن نور را ادراک کن. در صورت این شعر همیشه به من کمک کرده. 50 ساله که با مولانا آشنا شدم. این کتاب بالینی من تو زندان، این کتاب بالینی هم این است که اون که مخواه بخوابی در نور کم اون به صدا بند چکار میکنی؟ میخونی. بگذاریم. اما یه اوج دل اسلامی به نام آقای ثقفی مطلبی نوشته که گفته مرحوم فاطمه نیا میگو برای وارد کردن شبهات لازم نیست یک کتاب مفصل نوشت. گاه کسی یک کتاب می نویسد پر از مطالب صحیح و در لابلای این مطالب صحیح فقط یک نکته مانند یک ذره سم کاری و مؤثر قرار بوده. این مرحوم مثال هم میزه. یه فردی در خارج کشور بسیار حرفای انقلاب میزه. این آدم رنگ عوض کرده. من اینجا میفهم که چی شد. یه شبه رنگ عوض میکنن. سمی با خودشون دارن. در خارج کشور حرفای بسیار انقلابی میزد و در مقابل جریانهای برانداز فعالیت میکنند. اخیرا گفته است ما دو خامنه ای داریم. یک خامنه رابردی که به قول معروف و رابردی و بین المللی و نظامی که بسیار مؤثر عمل. یک خامنه دیگر در سیاست داخلی در سر اقتصاد که قابل پذیرش نیست و من منتقد این خامنه هستم. راه رو باز میکنن که گریز بعد که میخوام بزنن میگن خب این خامنه غالب شده در نینج من دیگه نیستم. یکی میگفت خامنه ای زد نشان، خامنه ای دار جوش، کارد جاویدان، ولی این چیزی برای خودش داشت که بتونه به شدت 180 درجه به چرخ. متاسفانه به دلیل حجم و کیفیت حمله این فرد به براندازها به دفاعی که از نظام اسلامی می کند نوع گرایش و خوشبینی نسبت به او وجود آمد. در برابر چنین کسی که شعبه ای وارد می کند کمتر افرادی هستند که متوجه مضر بودن این شعبه، این حالت روانی و اعتماد به چنین افرادی مخاطبان را دچار انفعال می کند و کمتر حالت مراقبت
از تأثیر نپذیرفتن از ابتدا برای فرد. اما آیا دو خامنه داریم؟ اینو از آقای صمیمی میپرسم. البته گفتم که دو خامنه ای نیست، بنابرای این روایت های گوناگون من یکی توش گیر شدم. یعنی واقعا هر روز که به اصطلاح بیدار میشم میرم توی اینترنت چیزای گوش میدم میخونم، راست ببینم چیزای جدیدی هست. و اینکه تعجب آورم نیست که حداقل به طرز بی سابقه ای به این شخص حمله میکنه. تصورش این است تا خامنه ای زنده است نظام هست، تا خامنه ای استوار سر پاش محکم وایساده نظام هست. پس به خاطری که نظام بندازیم، اگه در واقعیت نمیتونیم بندازیم، اینه بزنیم تا نظام سست بشه، پایهاش سست بشه، اعتمادها سست بشه و چیزهای مختلف دیگه که. اما مطلب دیگه هم من بگم، وقت دوستان رو بگیرم، و اون این است که رژیم صهیونیستی این پروژه طولانی رو از 1400 پروژه اخیر رو از 1400 سال 1400 دقیقا روزنامه اندیشکده بگین سادات مستقر در اراضی اشغالی در 13 مرداد 1400 در گزارش تحت عنوان اکنون ایران را تکه تکه کنید نوشت. این عنوانشه: فروپاشی رژیم آیت الله ها و تجزیه ایران مایه خیر و برکت است. یعنی در حقیقت آیت الله ها رو بزنیم در رفت شما آقای خامنه تا فروپاشی نظام مقدور بشه، تیکه تکش بکنه. خیلی خوب روشن میگه، شفاف میگه، برخلاف اون مزدورای ناجوانمرد که هی سعی میکنه ستارش کنه، اون دستور عمل بسیار شفاف اومد. این اندیشکده صهیونیستی در ادامه نوشته که غرب باید از مبارزه اقلیت‌های قومی در ایران علی آنچه اسلام گرایی نامیده پشتیبانی کنه. یعنی قوم گرایی بر علی اسلام گرایی. اسلام گرایی قرائت داعشی نه، قرائت فلان نه، وهابی نه، قرائت شیعه. باید مبارزه کنیم و در درجه اول پشتیبانی کنیم و بایدن را از هر گونه بازگشت به توافق با حذف تحریم ها بر از هر داریم. این پلانش بود. مردخای کدر افسر پیشین اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، اما انیمار بایدن امنیتی ارتش اسرائیل، در میانه آشوب های پاییز 1401 گفت که سقوط ایران دقیقا همان چیزی است که به نفع بازی ماست. این افسر اطلاعاتی میگه چیزی به نام ملت ایران وجود ندارد. چیزی است که شهروندانی هستند که متعلق به قومیت های مختلفی هستند. عرب، بلوچ ها، آذری ها، کرد ها، ترکمن ها، مازندرانی ها، کاسپین ها، یعنی منظورش گیلانی هست، لور ها، قشقای ها، و انواع گروه هایی که نه شما و نه دیگران هیچی در مورد آن نشین.
چیزی دیگه تاکید میکنه، چیزی به نام ملت ایران وجود ندارد. یعنی این آقایون، این به اصطلاح پروژه گردان ها، اینا هم برای تحقق این نیات شوم به اصطلاح این دار دسته را افتاده. این گواه مدعی است که روبروی نظام چیزیست به نام اپوزیسیون وطنی وجود ندارد. واقعا در مورد اینا من لقب اپوزیسیون بهشون نمیدم، چون اپوزیسیون آلترناتیو، حالا به لغتش فرانسوی اون اپوزیسیون به معنای انگلیسیش یعنی دولت دستایه، یعنی که این دولت اگر سقوط کرد دولت یا جاش بشینه و خلای قدرت به وجود نیاد. اولین بار هم کلمه در انگلستان به وجود من اسامی نظیر مسیح خالصوسکه دیگه، گل شیفته نبوم، علی کریمی، صرفا مورهای بی اراده در اختیار این بازیگران است. یک سلبریتی دست چندم باید باشید که در راحت در اختیار سرویس های امنیتی قرار بگیرد. با توجه به اینا، حالا اینکه این داستان را چگونه به اصطلاح میخوایم رقم بزنیم در مورد این افراد، قبل از اونم آقای برنارد لوی که خانم گلشیفته افتخار حضور با اونو پیدا کرده، خانم مسیح و اینجور آدم ها گفته که این برنارد لوی در صورت نامش برای هر کس تو عالم سیاست و حادث جنگی که تجزیه طلب دو آتش است برای فروپاشی ملت ها و به هم زدن جغرافیای سیاسی در صد قصد او معتقده فاشیست در ژنتیک ایرانی هر چه اندیپندنت فارسی که معرف حضورتون است وابسته به عربستان سعودی گفته برنارد لوی وقتی از ایران سخن میگوید منظور جمهوری اسلامی نیست، بلکه ایران را در بستر تاریخی آن میبیند و در کتاب مشهورش امپراتوری و پنج پادشاه مدعی میشه که حتی نام ایران از روی نجات پرستانه گرفته شده به رضا شاه در دوران نازی ها این نامو برای مملکت انتخاب کرد. خب اسماعیلیون، آقای حامد اسماعیلیون بازیگری است که در دست الوین کاتلر و اینا هست و خواهان مثلا چی میگن مسابقات ورزشی فوتبال ایران رو ممنوع کنیم، تحریم هوایی بر ایران ببندیم، پس هفت کشور سنتی میخواد که این کار را بکنه و ایشون در صورت رابطش با کاوه شهروز وکیل ساکن کانادا و همراه شمار دیگر از کنشگران ایرانی بوده و این مهره دست نشانده به اصطلاح سرانسای کاناداست. شهروز مرتبط با اروین کاتلر سیاستمدار یهودی وزیر اسبق دادگستری کانادا با تعبیر شهروز در جایگاه مربی این داستان قرار گرفته و نهادی دارن به نام ایران اتحاد علی ایران هسته‌ای، اینم بهانه کردن یعنی ایران هسته‌ای و اگر نه همون رنگ اما حرف چی اسمش هست
اون مقام صهیونیستی که گفت ایران وجود نداره، ملتی به نام ایران وجود نداره، به اینها راه افتادن در دسته که راه افتاده تا این ایران وجود نداره را به اسلام متحقق کنن. و مسیح علی نژاد هم به اصطلاح با گیلعاد اردن سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل دیدار کرد، به گفته اسرائیل در کنار زنان شجاع ایران ایستاده است، به جایدن برای اون یهودی دیگه خانم اولبرایت ترتیب داده که این جایزه به زنان ایران تقدیم بکنه. اکنون زمان پایان دادن به همه تلاشه برای بازگشت به توافق ناقص با ایران و قطع رابطه با تهران است، و اینا همه در این رابطه است. خب با این حال آقای خامنه ای برخلاف اون چیزی که یکی دو روز اخیر من گوش دادم در وحشتناکی، این جماعت باخته شدن، یعنی در عرصه میدان موفق نبودن، همه تلاش کردن، همه نیروهاشون وارد بود کردن و تلاش کردن موفق بودن، الان سعی میکنم با پروژه خیالی و امثال ها چیز بکنن که رژیم ایمانش رو آخونده از دست دادن، پاسدار از دست دادن و اینجور چیزا، و حالت تهاجمی فرماندهان پاسدار و خامنه داشتن، خامنه هم مظلوم و گوشه واسده گوشه رینگ و حرف اینا رو تحمل کرده و چیزای از این دست. آقای سمینی، این تصویری که از جامعه ایران ارائه میدن، این تصویری که از سپاه اینا ارائه میدن، با اقتداری که ما میبینیم روز به روز هم بیشتر میشه مغایرت داره. تصویری که از آقای خامنه ای ارائه میدن به اصطلاح همین چند روز اخیر به اصطلاح یک زلزله دیپلماسی ایران تونست ایجاد بکنه در رابطه با عربستان، با بحرین، با عراق، با فلان، و این است که دولت مردان یا شخصیت های سیاسی سابق عمیقا دارن از این که یک پیروزی بزرگ بر ایران به وجود اومده، شخصی مثل که زیجه که یه همچنین پیروزی های در خارج به دست میان، ارتباط با چی؟ آیا تصویری که این جماعت ارائه میدن این نظامی در هم شکسته، فرو ریخته، اعتمادشون از دست دادن همه چی و ایمانشون از دست دادن، این چقدر واقعی چی؟ شما در بود آقای خامنه‌ای چه دیدگاهی دارید؟ چه کدومش درست است؟ در خدمت هست. با سلام، اولا از همه عذرخواهی میکنم که فرما خوردم که به صدام بگیرم. از همه بودتون که این که صحبتی که میکنم راجع به این که دیگه مثل موریانه رژیم داره از درون میپوسه و فرماندهان سپاه میخواد با توپ بزنن بیت رهبری رو بترک کنن، این حرفایی که میزنن که دائم میکنن اینها همه ثمرات انقلاب زن زندگی آزادی هست و جانفشانی هایی که اینها داشتن میکردن این مدت، من یاد اون تیکه اون فیلم قیصر یه قسمت معروفی داره که بهمن مفید رفته میکرد سر و وزش همه جاش گچ گرفته و بانفیکی کرده و اینا حسابی مردم کتک خورده، تعریف میکنه یکی آره رفتیم نمیدونم دماخوری و یارو سر یکم میزوره، اونم بهترین صحنش سیر قیصر همینه. دقیقا، و آخرش خلاصه میگه
حالا ما به همه گفتیم زدیم، شما هم بگیم زده، خوبیت نداره. این هم داستانشون همینه، من هم میگن حالا زدیم، ما هم بگیم اینا زدن، بالاخره دلشون خوش باشه دیگه. ولی خب واقعیت اینه که بد جوری مخاطبانشون رو سر کار گذاشتن، من هم دلش هم میسوزه. این خانومی که اخیرا از زندان آزاد شد بعد از عفو رهبری، شامل حال شد، چی بود اسمش؟ آقای خانم برای خاص بود، داره خانم ماره چه کارگران هفته به آره، حالا اسمشو بزرگ زن ندارم، ولی شامل اینشون هم شده بود و آزاد شده بود و وقتی که اومد بیرون دوباره جب گرفتش و شروع کرد پشت دادن و شعارهای ساختار شکنانه و اینها، یعنی با خب تحت تاثیر همین جفسازی ها فکر میکنن که فضا همون فضاست دیگه، و همین به خونه نرسیده دوباره گرفتن انداختنش تو، به این زودی هم فکر نمیکنن یا آزاد بشه، چون اتفاقات به تحولات اساسی رخ داده که حالا اشاره میکنه، قبلا هم صحبت کرد. عرض کنم که حالا من از اینجا صحبت رو آغاز میکنم که سال 1401 در نطق نوروزی مقام معظم رهبری و همینطور رئیس جمهور، هر جفتشون با این مطلب شروع کردن که 1401 سالی بود که درش هم تلخی ها بود و هم شیرینی ها، هم فراز داشت و هم نشیب. از اون طرف من دیدم بعضی از این، در ایران فقط که صدا و سیما نیست، این شبکه های خانگی و اینها هم هستن که در داخل قانونن فعالیت کنن، حسابشون از رسانه های خارج از ایران جداست، در درون ساختار هستن، درون سیستمی هستن و تریبون دارن، مخاطبان گسترده ای هم دارن، ولی در اختیار این جناح به اصطلاح که ما میگیم غربگراها کاملا در اختیار اونها هستن و کسی که نگاه کرده باشه محتوای اینها زمین تا آسمان با صدا و سیما تفاوت میکنه. اینا رو من نگاه میکردم میدیدم بعضی هاشون میادن میگفتن که سال 1401 سال بدی بود، اصلا مطلق یه سال بدی بود، هیچ چیزی یعنی کاملا سیاه میبینن 1401. و اینا کیا هستن؟ همون کسایی که تمام تلاششون رو کردن که 1401 سال بدی باشد و الان دارن به خودشون تبریک میگن، برای خودشون یه نوشابه باز میکنن که ما موفق شدیم 1401 رو به سالی سیاه تبدیل بکنیم، به خاطر اینکه خب طبیعتا برنامه های سیاسی رو پشوندش قرار بود دنبال بکنن که بهش برسن، که پشوختانه البته نرسیدن، ولی خب پر رو تا این حدش رو همچنان اصرار دارن که سال بدی بود. من حالا برداشت خودم رو میگم، برداشت من اینه که 1401 سال بسیار خوبی بود اتفاقا، درسته حالا میگن نمیدونم فراز داشت نشید داشت، این درسته نگاه واقع بینانه ایه، ولی من برایندش رو نگاه میکنم میگم سال خوبی بود، برای اینکه ما در 1401 یک گامی رو برداشتیم و از یک مرحله عبور کردیم که راه رو برای یک جهش بزرگ هموار کرد و تو همین 1401 یک دستاوردهای حاصل شده که صداش بعدن در میاد، خیلی الان متوجه نیستن، وقتی که باق نیستن هم این باق دینی شده طرف رو میبینه، وفاق بلند مدت رو نمیبینه، ولی اونی که اشراف داشته باشه به مسائل متوجه میشه که نه یک دیسازی های خیلی اساسی رخ داده در همه حوزه، هم در حوزه اقتصادی که همه فکر میکنن بسیار شکست خورده و داغونه، اتفاقا در اونجا هم اتفاقات خیلی خوبی در همه 1401 رخ داده که میگم بعدن نتایجش مشخص خواهد شد، اونم نه آینده خیلی دور، در همین دو سال آینده نتایجش رو میبینیم، و هم در سایر حوزه‌های سیاسی نظامی و غیره. تنها حوزه‌ای که هنوز خیلی تحولی به اون صورت توش نمیبینم حوزه فرهنگ هست که حس میکنم هنوز رهاست، خیلی صحبت های اخیرا شده یک کارهایی به نظر میاد آقای
سمی، های سمی، صدا تو خوب دارم نیست، صدا صدا خوب نمیاد. نه اکو داره، موج داره، اگر دکوره شاید بخاطر بد اجازه نشستی. بدیم من این میکروفون رو عوض کنم ببینیم چی شاید کار میشه. شاید با گوشی بله خب الان چطوره؟ بهتره. آره الان صحبت بهتره؟ کنیم، صحبت کنیم تا میری چی بگیرن این صدا خوب هم بکنیم و برش کردن. بله عرض میکردم که فقط در حوزه فرهنگ خیلی هنوز چیز خاصی نمیبینم، حرکت خاصی نمیبینم، ولی در سایر حوزه اتفاقات خیلی اساسی رخ داده که حالا میگم اثرات اساسیش بعدا مشخص خواهد شد، ولی مهمترینش هم در حوزه امنیتی بود. یکی از اون جاهایی که به شدت میلگذاری شده بود و به همین دلیل خیلی فشار می آورد سایر عرصه ها، همین بست امنیتی، حوزه امنیتی بود، اما ضعف زیاد در کشور وجود داشته. اولویت نظام و دولت رئیسی اول به بحث اقتصاد بود. موقعی که دولت به کار اومد برنامه‌ریزیشون بود که برن سراغ اقتصاد، اون هستن درست هم بعد بیان سراغ حوزه‌های دیگه، اولویت اول روی این بود. اما از اون طرف اون جناح مقابل کارگرها، همونهایی که الان میگن سال بعدی بود 1401، اینها دعوا رو کشیدن به حوزه امنیتی و اون اختشاشات پاییز رو استارت زدن، شروع کردن که فشار بیارن به نظام و اتفاقی که افتاد پاکسازی شدن، تمام امکاناتشون پاکسازی شد و این حوزه اتفاق خوبی که افتاد این بودش که خیلی چیزا رو شد، خیلی از اون چیزایی که پشت پرده بود رو شد، مشخص شد هم در داخل هم در خارج. این نمونهش مثلا همین چیزی بود که شما اشاره کردید، بعضی ها که مثلا در حوزه رسانه، سردار رسانه معروف شده بودن، کارهایی میکردن، خب از قبل هم مشخص بود که این و حتی برای ما مشخص بود و خیلی ها متوجه نبودن، خیلی اعتماد بچگانه ای داشتن جریان و یه دفعه توی این قضیه دیدیم که چرخش ناگهانی صورت گرفت و رو شد، ماهیت اصلیش رو شد. خوشبندش خب یه شخصیت دیگه ای که رسانه‌چی هست، حالا شما اسم نبردیم، منم اسم نمیبرم چون تو برنامه شما هست، ولی خب من همین چیزی که شما اشاره کردیم دوتا آقای خامنه ای بکنم، اولین شخصی که اینو تشخیص داد خود من بودم، چون صحبتاش رو دنبال کرده بودم، متوجه شدم این فرد که خیلی ادعاش میشه که علمی و دقیق حرف میزنه و تخصصش هم فلسفه سیاسی هست و توی لندن نشسته از اونجا اشراف داره به همه چیز و اینها و شخصیت های برجسته میاره باهاش صحبت میکنه و خیلی حرفای دقیقی هم خیلی جاها میزد، حرفای خیلی خوبی هم میزد، ولی یه جایی ریز یه چیزایی میپروند که مشخص میشد که یه داستانی پشتش هست، این به این سادگی نیستش. اونجا اون بحث دوتا خامنه یه که کرد، من متوجه شدم این داره علنا تناقض میگه، یعنی حرف قبلی خودش رو داره نقض میکنه. خب چطور ممکنه کسی که ادعاش هم میشه که تخصص در فلسفه سیاسی داره تناقض رو نفهمه؟ خب مردم عوام بله خیلی وقتا تناقض میگن، حواسشون هم نیست، چیز عجیبی نیست، خیلی پیش میاد، ولی کسی که در حوزه علوم انسانی تخصص داره و علل خصوص فلسفه سیاسی، ولی میشه تناقض رو به این آشکاری نفهم. یه جا میاد میگه که آره اینایی که دفاع میکنه از آیت الله خامنه ای، اینایی که میگن خامنه ای دیکتاتوره، مرگ بر دیکتاتور، اینها توجه ندارن که آقای خامنه ای هرگز مشت دیکتاتوری نداشته و هر جا نخبگان کشور اکثریتشون هر رأی و نظری داشتن ایشون هم همراهی کرده
حتی جایی که خودش نظر مخالف داشته، مگه اینکه یک تصاوی بین اینها بوده، اونجا اومده وزن خودش رو انداخته تو اون طرفی که به نظرش نظر بهتری داشته و اون طرف رو سنگین تر کرد. این حرفی بود که میزد که کاملا درسته. از وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم میبینیم دقیقا حرف دقیق و درستی. بعد همین آدم میاد میگه که ما دو تا آقای خامنه ای داریم، یکی که نمیدونم تو حوزه سیاست خارجی اونم جو استراتژی میفهمه، جو پلیتیک رو میفهمه، ما در حوزه داخلی اقتصاد نمیفهمه یا خیلی بد عمل میکنه. این تناقض دیگه، یعنی اینجا میاد فرض میذاره که این آدم نش دیکتاتوری داره، همه چیز هم به فرموده است، هر دفعی هم هست مسئولش اونه و هیچ جوری هم نمیتونه از مسئولیت شونه خالی کنه، چون خونه دیگه شخصی اول مملکت و به فرموده همه از اون تبعیت میکنه. جای دیگه خودش بارها تاکید کرده که اینطور نیست، اینجا که میرسه یه دفعه میاد موضعش رو عوض میکنه، که دلیلش هم البته دو حالت میتونه داشته باشه دیگه، یا نیت سویی داره که مثل بعضی های دیگه از این نیروهای اپوزیسیون پس زنگ زدن داره، یا من خودم نظرم اینه که آدم بلبخت و فرصت طلبی هست که تلاش میکنه مخاطب جذب بکنه، حرفایی بزنه که مخاطب خوشش میاد، نگاه میکنه الان این حرف رو بزنه مخاطب بیشتر خوشش میاد، بیشتر جذب میشه، همون رو میگه. خیلی دغدغه این که حالا این حرفش چقدر درست هست یا نه رو نداره، اولویت برایش اینه که مخاطب رو حفظ بکنه تا اینکه حرف درست بزن. اینجا حالا بعدم یه اشاره دوباره به این قضیه میکنه. حالا از این بگذریم، میخوام یه کمی بیام راجع به صحبت هایی که آیت الله خامنه ای امروز در حرم رضوی در مشهد داشتم. چند تا فراز اساسی داشت، چند تا فراز متعددی رو صحبت کرده، چند تاش به نظرم خیلی اهمیت داشت به دلایلی که حالا عرض میکنم دلایل صحبت ها. یکی اومدن خب اشاره کردن در حوزه روابط خارجی تلاش دشمنان برای انزوای ایران شکست خورده و جمهوری اسلامی با محکم کردن 100% روابط خود با آسیا از این پس نیز به گسترش ارتباطات سیاسی، اقتصادی، علمی و فنی با کشورهای مهم این منطقه ادامه خواهد. یعنی اینجا تاکید داره میکنه که سیاست قطعی نظام نگاه به شرق هست و برگشت ناپذیره. بله دقیقا، یکی از اون چیزهایی که تلاش خیلی شدید، فشار خیلی شدید از داخل و از خارج، همراهی کامل از بین نیروهای داخل و خارج بود برای اینکه اصلا کل این اختشاش ها، یه دلیل اصلیش همین بود که از این سیاست منحرف کنه، این ریل رو ببرن بیرون. اینجا تاکید کرد که همچی خبری نیست، ما محکم وایسادیم و همین سیاست رو ادامه خواهیم. این به نظرم خیلی اهمیت داشت. جای دیگه پس از برشمردن نقاط قوت کشور به تبیین نقاط ضعف و نیازمند تحول پرداختن و گفتن در رأس همه نقاط ضعف مسئله اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی است که بسیاری از آنها میراث گذشتگان از انقلاب و برخی از آنها مربوط به پس از انقلاب است. بعد ایشان مهمترین مشکل و نقطه ضعف اقتصاد کشور رو دولتی بودن اقتصاد و تصدیگری افراطی برخواسته از سیاست‌های اقتصادی دهه 60 دانستند. افزودند نتیجه این افراط کنار ماندن مردم از فعالیت‌های بزرگ و ثروتساز اقتصادی و بروز مشکلات سیاسی در کشور مشاهده می‌کنند. خب این یعنی همون برنامه اقتصادی که آیت الله خامنه‌ای از همون دهه 60 هم پیگیرش بود. این چیز جدیدی نیستش. برنامه این بوده که اون موقع هم داشته، اون موقع هم نتونست، یعنی زورش نچربید. یا شما بهتر یادتون هست اون زمان برای اند قدرت بله. بله اون زمان اون آیه میرحسین موسوی رفت با امام چیز کرد، یه جورایی بس وزد امام اومد پشتش و آیت الله خامنه ای تک افتاد، زورش نرسید، مجبور شد کوتاه بیاد. همون سیاست های آقای میرحسین موسوی که همون اقتصاد دولتی بود اجرا شد. بعد از رحلت امام و بعد از جنگ هم که
آقای رفسنجانی همه کار بود و با همون سیستم خودش اومد اصل 44 رو با اون تفسیر خودش اومد اجرا کرد. اینجا یه دکتری ظریف داره میگه که کنار ماندن مردم. ببینید من همیشه بارها اینو تاکید کردم، مردم یه کلمه مبهمیه، هر جایی به یک نفر از کلمه مردم استفاده میکنه علال خصوص کسی که حرف دهنش رو میفهمه، این یه کدی توشه، باید رمزگشایی بشه. منظور از مردم اینجا کیه؟ خب وقتی راضی نیست از اون روند خصوصی سازی که در دوره های قبلی اجرا شده و میگه به مردم واگذار نشد، یعنی اون کسایی که اومدن سوار شدن اینها خودی های مورد نظر آیت الله خامنه ای نیستن، که خب میدونیم اینا همه غربگره ها هستن دیگه، همینایی که الان اومدن میگن سال خوبی نبود و نمیدونم ما به بنبست انسداد رسیدیم و بعد قانون اساسی تغییر، اینا هستن دیگه، اینا اومدن سوار شدن، روس اقتصاد رو در دست گرفتن، هنوز هم هستن و در اختیار دارن. این داره به این اشاره میکنه و یکی از اون چیزاییه که سراغش خواهد این چیزهای مختلف از جمله این بحث مولد سازی ارتباط پیدا میکنه به همین قضیه. یکی از اون چیزهای اساسیه که فکر کنم در سال جاری و سالهای آینده خیلی روش تاکید خواهد شد. حالا شما هم اشاره کردید، بعضی حالا اینو میشنون میگن که شیکاگو بوی و از این داستان ها، ولی خب اونا برداشت خام خودشون رو دارن از این داستان، میگن پیچیدگی های بیشتری باشه داستان هست. جای دیگه ایشان با اشاره به استفاده از انواع ابزارها و عوامل در جنگ ترکیبی همچون عوامل فرهنگی، امنیتی، اقتصادی، نفوذ برای ایجاد یأس و غفلت از توانایی خود افزودند، آنها سعی میکنند مردم را به راه های اطلاع رسانی ما بدبین و از آن جدا کنند، با این ادعا که به رادیو تلویزیون و به گزارش های مسئولان گوش ندهید چرا که خلاف واقع است. ببینید همین شخص رسانه چی که صحبتش رو کردیم که دو تا خامنه ای، یکی از کارهایی هم که میکنه همینه که یه حالت هیستریکی نسبت به صدا و سیما داره. صحبتاشو کسی اگه دنبال کرده باشه صدا و سیما که میشه حتما یه لگدی باید بهش بزنی، یه فوش تحقیرآمیز حالت چیزی بهش باید داشته باشه، اینم تو همین قضیه میگنجه. خب صدا و سیما هر چیزی ایراد داره، صدا و سیما هم هزار تا ایراد داره، ولی دیگه برنامه‌اش دوزاری تر از این برنامه‌ای که بعضیا می‌سازن و خیلی ادعاشو میشه، یکی میگه من سردار رسانه‌ام اون یکی نمی‌دونم ادعای دیگه داره، از اون که دیگه چیز در نیستش. این حالت‌های هیستری که این شکلی چیز دیگه ای پشتشه که اینجا دارن اشاره می‌کنن، و اون آدمایی که میان توی این رسانه‌های این شکلی حالا تو صدا سیما راشون نمیدن، توی محافل هم طرف میبینه خودش اصلا مسئولیت داره توی دولت، مسئولیت اقتصادی داره، جزو تصمیم سازان هست، و حالا اونجا حرفش نتونسته به کرسی بهش میره، توی اون جمعی که حالا یه عده کارشناس همسنگ و همرده خودش نشستن حرفش نتونسته به کرسی بهشونه، و حالا اومده دور زده تمام اون داستانا رو، اومده توی یه رسانه این شکلی به قول خودش میخواد مستقیم با مردم حرف بزنه، حالا از این طریق میخواد وزن هزینه سیاسی تصمیماتی که اتخاذ شده رو بالا ببره که وزن خودش رو بیشتر بکنه و حرف خودش رو به کرسی بچونه. این یه نقطه ضعف هست، جایی که من میگم مشکل ایران سیاسی هست و نه حتی اقتصادی، حالا آیت الله خامنه‌ای گفتم ضعف اقتصادیه، من میگم خود اون ضعف اقتصادی هم یک منشأ سیاسی داره که حالا اینجا باز جلوتر یه اشاره‌ای می‌کنم بهش که آیت الله خامنه‌ای هم اینو تشخیص داده و یه حل و فصلش هم داره می‌کنه. ایده دلیلش همینه که طرف به جای اینکه کارشو بکنه به شیوه درستش، می‌خواد بیاد از طریق هوشگری رسانه‌ای حرفش رو به کرسی بنشونه، حرفی که اصلا کسی که کارشناس باشه و سر در بیاره از فوتوفن کار و شماخم کار متوجه میشه که حرفش غلطه و بسیار گمراه کننده است، ولی خب یه جوری میاد با تکنیک های
مشیگری رسانه ای اینا چهار تا چارت نشون میده و یه عدد رقم رو میکنه و طرف فکر کنه چقدر علمی حرف زده، این رو دست ردفور نداره دیگه، اصلا همین نمیدونم نفتمون دیگه ملی نیست و از این داستان هایی که سرم اینو خلاصه اشاره کرد. بعد جایی دیگه ادامه همین میگم که یا اینکه به حرفهای رهبری توجه نکنید زیرا این حرفها تکراری است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در رد ادعاهای بدخواه فاتحشان کردن جبهه دشمن سالهاست با صدای بلند اعلام میکند که میخواهیم جمهوری اسلامی رو به زانو درآوریم. این جبهه دشمن که میگه یه پاش هم همین داخلی ها هستن، همین اصلاح طلبان و همین غربگراهایی که اصرار دارن هیچ جام زهر به خورد رهبری بدن، از همون مجلس دوران آقای خاتمی که از اصلا گفتم باید جام زهر بخوری تا بعدش بارها اینو هی تکرار کردن یه اواخر انقدر تکرار کردن یه عادی شده بودش که این آقا این جام زهر رو باید بخوری، همین رو داره اشاره میکنه، یه اصرار اعلام میکنه که میخوایم جمهوری اسلامی به زانو درآوریم و در مقابل رهبری میگوید غلط میکنید، این تکرار نیست بلکه استقامت و ایستادن پای سخن حق طبق دستور پروردگار است که اشاره به آیه فتر کما امر کرده. خلاصه پس اینجا هم یه تأکیدی دارن که ما برعکس این شایعاتی که درست میکنن محکم روی موضعمون وایسادیم و چیزی که من توی صحبتهای آیت الله خامنه‌ای دیدم اقتدار اقتدار خیلی واضح و مشهودی بود که از تمام این مسائل حالا عبور کردیم و آماده یک جهشی است. جلوتر پس از برشمردن عیوب اصلی اقتصاد کشور که باید با برنامه های تحولی برطرف شوند به چند مورد از نقاط ضعف موجود میان مردم هم اشاره کردند. اینجاش برای من خیلی جالب بود، نقاط ضعف میان مردم داره رهبری از مردم داره انتقاد میکنه. حالا چرا برام جالبه؟ گفتن اسراف در مصرف آب، برق، گاز، نان و بنزین. دقیقا همین آقایی که صحبتش کردیم آقای رسانه‌چی، اون آقای یاسر جبرائیلی رو آورده بود تو برنامهش، اون داشت دقیقا عکس اینو میگفت، گفت شما اصلا مردم ما اسراف نمیکنه، اصلا کی گفته گاز زیاد مصرف میکنن، کی گفته نمیدونم برق خیلی هم کم مصرف مردم ما. این هم عوام فریبیه میدونی؟ حالا چهار تا عدد رقم هم عدد رقم روسیه هم کاری هم همین رابطه انرژی این کتابی هست اینجا تاریخچه نفت در این مورد ایران تاریخچه میگه مصرف سرانه هر ایرانی 10 برابر یک هندیه، این جمعیتش نگاه کن. بعد میگه یک بشکه نفت در ژاپن چه استفاده ازش میکنن به طور تولیدی و ایران چیکار؟ این ما همه مقایسه رو کتابه اون واره من در سرسی هم بشترم هر وقت باسی، یعنی تو مصرف برق، مصرف آب، مصرف مثلا اینجا مصرف آب اروپا طرف بگیره یه دوش بگیره، ما مصرف آب و بون خزینه میبرم نگاهی درست میکنم. و بعد چی داشت؟ ماشین هم تو خیابون با آب شیرنگ میشورم، وحشتناک است هم آلودگیش هم اینجا قدقن به شدت نگه بگیرن با ماشینی میخوابونن که کسی کنار خیابون با آب بخواد ماشین تو که روغن میده و کثیفی ایجاد میکنن، مانع ایجاد میکنن و اینا چیزایی هست که متاسفانه فرهنگ مصرفی وحشتناک تو ایران هست، این هم از گذشته به ارث بردیم که مصرف آب، برق و چیزهای از این دست به شدت نامون متناسب است. میفرمون
عرض می کردم. این از این نظر مهمه که گفتم یه دعوای داخلی بود بین همین حالا این چیزی که معروف شده به اسم جناح اصولگرا که یه چیز خیلی بندرآوردی بیمعنایی هست، چیزی اصلا وجود خارجی نداره جناح اصولگرا. گفتم قبلا توضیح دادم جناح بندی جناح سیاسی در داخل ایران آرایش سیاسی بود، ولی اینا اون ائتلافی که الان دولت فعلی رو تشکیل داره درون خودشون یه دعواهایی هست، این دعواها میزد بیرون از جمله توی همین پوچگری های رسانه ای که میکردن بعضیشون میومدن حسابت هایی میکردن هست، حالا موارد دیگه هم هست، یه نمونهش اونجا هست که سایی هر کی توی زمینه میاد الان برای خودش، چون هر کدوم اینا به یه منافعی وصلن دیگه، پشتشون عقبشون به یه جایی وصله که اونا حالا اون اقتصاد سیاسی داخل ایران یه کسایی منتفع میشن از این صحبت ها. این دعواهای اینها داره جواب میده، یعنی اونها رو هم داره سر جاشون میشون، میگه که نه این همون بریلی ها از این صحبت ها نداری که بگه مردم نمیدونم ایرادی ندارن و محسوم هستن و هر کاری هر ایرادی هست همش نمیدونم از مسئولین و مزخرفاتی که باب هستش میگن خیلی ها، میگه که این انتقاد رو میکنه و میگه تأثیر نداشتن به تولید داخلی که گاهی با کیفیت تر از تولید خارجی سمت استفاده نکردن از آن موجب بیکاری کارگر ایرانی میشن، اغماز و گذشت نکردن در روال اختلاف نظرهای کوچک از جمله در مسائل سیاسی و تبدیل کردن آنها به دو قطبی در جامعه. ببینید اینا همه کده توی صحبت‌های رهبری، چیزهاییه که قرار الان از الان به بعد ازشون قبول کنیم. ببینید چون یه جبی بود تا الان یه به اصطلاح اختشاش سیاسی در داخل وجود داشت که باعث میشد خیلی بتونن افسار پاره بکنن دیگه، این کدها به نظرم نشون میده که کم کم این افسار گسیختگی قرار از جمع بشه. امیدوارم در مورد همین تولید که میگی و به بخش بزرگی از لباس و این تکستیل و این چیزهای که توی اروپا و آمریکا فروش میره تماما تو چین، تو هند، توی این کشورها تولید میشه، فقط مارکز که نصب میشه و اعتبار داره، اگر نه تولید کنندهش چینیه، هندیه، بنگلادشی، پاکستانی، همین توپ نایاک همش تو پاکستان تولید اونجاست، ولی اون مارک نایاک میذارن روش و دیگه برنده بین المللی و ملت هم دنبال این چیزا میرن، دنبال خود کیفیت کارا به اصلا چیز باشه نمیرن. اما این جالبه این روزا کلمات چند ماه اخیر کلماتی مثل فروپاشی نظام، فروپاشی جنگ داخلی، اینا کلیدواژه هایی بود که استفاده میکنم و دائما هم چیز بود، ولی الان قول معروف این کلمات برگشته خود اسرائیل، خودش بود برای ایران تدارک اینجور چیزا دید و امروز برگشته به خود اسرائیل، یا خدا ایرانی ها مثلا که چیزش الله قوی تر از یهوه هست که به الان بین مقامات اسرائیلی پیرامون آینده رژیم بدل شده به کلید باشه همین جنگ داخلی، فروپاشی و اینا، آینده که تنها به فاصله 4 ماه از بازگشت بی بی که نتانیاهو واشی به قدرت به شدت تیروتاش در بهترین حالت ممکن اکنون نگیم فروپاشی یا جنگ داخلی، حتما باید بگه این دیگه اثبات شده است که دوپارگی، واگرایی، گسل و دوپارگی بدون
بازگشت با سابقه این وجود داره. یعنی نه خواب دیدم برای ملت ایران، ملت ایران رو منحل کنن، ملت خودشو داره منحل واسطه بمن واسطه وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی به وقوع جنگ داخلی در اراضی اشغالی هشدار داد. دیگه بنی گانس گفته دیگه بالاتر مقام نظامی شد. در صورت تداوم شرایط فعلی به اصطلاح ملت عزم می پاشه. ملت ما می خواستی با باشونه الان خود به قول خود ملت خودشون خواهد. همطور که بنی گانس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در توییت های نگرانی خودش درباره وقوع جنگ داخلی و در اراضی اشغالی ابراز کرد، یعنی فروپاشی و جنگ داخلی رو بیان کرد. وزارت بنی گانس در پی دستگی ایجاد شده در اون خاطر چیزی که آقای چیز به نتانیاهو انجام داده و میخواد بده با اوج خودش رسید. بنی گانس میگه میترسم که اینجا جنگ داخلی رخ بده، معتقدم کسی خانان نیست اما وخامت در شیب منفی قرار داره و خطر وقوع جنگ داخلی در حال افزایش. به گفتش این حرفا باد هوا یا پیشگویی ناشی از خشم نیست، این چیزی که بی بی سی و قول معروف ایران انترنشنال و این خبرنگارهای دوزاری واقعا یه باد معده میدادن بیرون در مورد ایران. ولی الان بنی گانس در مورد میگه این حرفا باد هوا نیست، پیشگویی ناشی از خشم نیست. من که در بین مردم زندگی میکنم، یعنی بنی گانس میگه نه من زندگی میکنم و میبینم که چگونه ازم پاشیده میشه. هیچ مسئولی در دولت وجود نداره که جهان جلوی آن رو بگیره. آره میگه رژیم ایران رو بازم به این که همه عناصرش بیورزه است این اعتراف میکنه وزیر جنگ که هیچ کس نیست توی اسرائیل که جلوی حادثه رو بگیره. وزیر جنگ رژیم سنسی میگه ممکن است در این کودتا اون چیزی کاری که آقای نتانیاهو کرد اسمشو کودتا میذاره، ممکن است این کودتا مبنای فروپاشی اسرائیل باشه، نه کودتا حقوقی مثلا کرد. کانس عنوان میکنه هر کس که احساسات میلیونی اسرائیلیا مخالفت کند کودتا را دست کم بگیرد و شأن صدها هزار معترض را که هفته به هفته در خیابان ها میاد کم بشمارد. هر کس که از پیش در بیشتر لحظات پارلمان برای ترویج آسیب و گام بردارد دولت اسرائیل را در درون ایران می کند. شایسته رهبری دولت نیست. به خطاب به وزیر اسرائیل، نخست وزیر اسرائیل گفت نتانیاهو ما را در یک قدمه پرتگاه هستیم قرار داده. خب ادامهشم اسحاق هرسوگ قول من روزنامه عبری یودود آرانوس نوشته اسحاق هرسوگ رئیس جمهوری رئیس رژیم پیشین اظهار کرده که من به تلاش به نفع گفتگو و ایجاد توافق در باره حل و فصل اختلاف که موجب از هم پاشیدن مردم می شود ادامه خواهم داد و تلاش میکنم که جلوی کودتای نتانیاهو رو بگیرم. این اسرائیل گرفتاری دور باطلی شده
و میگه حتی اگر بر این بحران هم غلبه کنیم و طرف از این خواستش عدول بکنه ناتانیاهو، ولی چیز میکنن که این گسستگی ملی پایان نداره. یعنی تو این زمینه تمام اون چیزایی که میخواستن اجرا بکنن در مورد ایران با قول معروف با شکست مفتزهانه روبرو شد، ولی در مورد خودشون دقیقا همون چیزا شروع شد عمل کردن. خب یکی از چیزایی هم که به قول معروف ویران شده مسئله اپوزیسیون بوده و که منشوری نوشتن، فرای نوشتن، شهیدن اختلاف برانگیز شد و حتی مورای مهم سلطنت طلبا علیش بلند شدن. برای خود شاهزاده میگه، خودش معرفی نمی کنه شاهزاده، ولی رضا پهلوی در صورت این وضعیت به وجود اومده که به صدا روش کار بکنه و تقریبا تر شکست خورده بوده که اشخاصی مثل امیر طاهری که از قدیمی های مصمم شد حتی طلب تغییرزاده سکویی یا چیزهای مختلف شهرام مایون همشون، در صورت این منشور رو همونطور که این صحبت ها هست تری بوده برای تجزیه ایران و حالا برای ترمیم اون اومدن یه بازی دیگه رو راه انداختن که یک کنفرانس گفتمان های گذار به مردم سالاری رو در ایران سازمان میدن با همکاری برنامه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد و سازمان کارآفرینان ایران دوست. و این آقای به قول معروف که اسمش هست این استاد دانشگاه در دانشگاه عباس میلانی، بله، البته مبتکرش اونش دیگه اون چهره مخوف دیگه است که همه کار سازمان سیاه است، اون کارگردانی میکنه این مسئله رو، شهریار آهی و سعی میکنه سعی کردن به قول معروف در پشت چهره های به ظاهر دانشگاهی و به ظاهر چیز عمل بکنن که اسامی که من دارم تعداد قابل توجه خارجی اسرائیلی یهودی صهیونیست همه اینا دشمن هستن. آقای هشام قلوی همچین چیزی، بیلی آلبرت یا چیزای از این دست، شهریار آیی، دیفا اسدی، آقای اسماعیلیون، فرج علایی، مهناز افغانی و اینا، علی افشاری از اصلاح طلبا و اسامی متعدد زن هم زیاد داره و ترکیبش رضا پهلوی، بهنام تبریزی، لونا، مونا تجلی، عرفان ثابتی و جالب اینجاست که آقایون فدایی ها روش هستن و بیشتر منظور من یکی بهروز خلیق است، یکی فتاپور است، در صورت به این ها دید به قول معروف اوتریته شهریار آیی هستن و در صورت اون تشکیلاتشون که
گیرپاچ کرد، هم در سیاست قانع کردن رهبران جانبور خودشون و اروپایی ها برای تحریم ها، تحریم سپاه، تحریم اقتصادی، تحریم فلان، تحریم بهمان شکست خورد و اینا برای آمدن دایره قضیه رو وسیع‌تر کردن تا بتونن چیز رو به اصطلاح همین دور باطل رو از سر بگیرن و جان تازه‌ای به سیاست صهیونیستا بدن که فروپاشی ملی رو در دستور کار خودشون قرار دادن و این ویژگی هاست که ما میتونیم روشون انگوش بذاریم. در صورت اما این را هم بگم که واقعا جالبه، پیروزی هایی که ایران به دست آورد به اعتقاد من توی مدت کوتاه بسیار بسیار پر اهمیت در سیاست با شکست دادن قول ما رو سلطه دلار، یعنی این نزدیکی ایران به عربستان و چه ضربه بسیار هولناکی به آمریکا وارد کرده، هم به لحاظ معاملات که خارج از حیطه دلار صورت بگیره، هم به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی که در کشور منطقه به وجود اومده و همین که اثراتش دامنش همینطور به کشور عربی کشونده شده، برای تثبیت سوریه، برای همکاری مصر با ایران و امارات و بحرین و اینا به سرعت روابطشون بهبود میبخشن. در همین رابطه است مثلا آقای کیسینجر در مصاحبه واشنگتن پست گفته تنش زدایی در خاورمیانه برای همه خوب است، اگر شی جی پی رئیس جمهور چین نخی در مهار ایران و اطمینان بخشی به ریاض بگیره برایش آرزوی موفقیت، یعنی چین و این استراتژیک اقدامات چین در توافق تهران ریاض را به نوعی مشابه سفر خودش به پکن در سال 1971 که وزیر خارجه بود تفسیر کرده. سفر کیسینجر به چین مقدمات سفر نیکسون به جمهوری به جمهوری پیشین آمریکا به چین رو برای آغاز تنش‌زدایی این تنش‌زدایی در این دو منطقه حساس به توسعه همه منطقه به شدت کمک میکنه و جای کامل به طور کامل هم برنامه ناتو عربی رو به شکست نشون، هم داستان صلح پیمان صلح ابراهیم رو به شکست کشون و این شکست های ممتد در خود اسرائیل باستا پیدا کرد به صورت بحران برگشت. همینطور این شکست ها که در حوزه های مختلف غرب میخوره، اروپا میخوره، با آمریکا میخوره، در خاورمیانه، در آسیای دور، در آفریقا، همه باستاب داره در داخل خودشون و ما در صورت توی این زمینه میتونم بگم و یک آرزوی خودم که قبل از این بیان کرده بودم بارها با خود شما توی زمینه من صحبت کرده بودم که این آشتی بین ایران و عربستان چه پیامدهایی میتونه داشته باشه که خوشبختانه الان متحقق شد و بازتاب وسیع باید داشت. همینقدر بس که بگم بعد از این موفقیت کشورهای زیادی تقاضای عضویت در بریکس رو کردن، 16 کشور به تقاضای عضویت در بریکس رو کردن و همینطور شانگهای تحولات زیادی رو خواهد دید. خب و با این خصوصیات وقتی میریم جلو ما
موفقیت بزرگتری که در بین روسیه و چین شد که به همکاری استراتژیک رسما چین اعلام کرد و تایید کرد، و چینی که غرب ازش وحشت داشت این همکاری صورت بگیره. خب و خوشبختانه فضا در عرصه بین المللی منطقه ای، یعنی اون چیزی که ما قانش هستیم که جان چند قطبی باید وجود بیاد و نه جان تک قطبی که مخالفش هستیم، در صورت این حوادث به اصطلاح صورت میداره میگیره و با شدت و قدرت هم داره صورت میگیره، و واکنش ایران هم در قبال اون کار احمقانه و نادرست دیوان بین المللی کیفری لاهه خیلی خوب ایران برخورد کرد. سخنگوی وزارت خارجه گفت مایه تاسف است که این گونه نهادهای بین المللی نسبت به جنایت جنگی رژیم جعلی اسرائیل سکوت کردن و به همواره از حق و چیز در حد مجموعه بین المللی آمریکا از کارت به توی خودش استفاده میکنه در این زمینه، و در صورت این مسئله رو خواستم خدمت دوستان عرض کرده باشم که در مجموع اوضاع جهان، اوضاع منطقه، سیاست خارجی ایران در راستای خیلی درستی قرار گرفته، و امیدوارم که با قاطعیت بتونیم مشکلات داخلی رو هم مثلا پشت سر بگذاریم و جلو بریم. ما این حوادث اخیر این خوبیش خرابی داشته، ولی خوبیش هم این بوده که بسیاری از چهره ها رو روشن کرد، بسیاری از سلیبریتی ها مایدشون روشن شد، بسیاری از اینایی که بوغلمون صفت هم که میگیم تخ بذار میگیم شطرم، مگرم خوشبار ببر میگن مرغم، یعنی از این وضعیت ما خلاص بشیم و بتونیم کار بکنیم پیش بریم. خلاصه حتی این که مکزیک هم میخواد به بریس بیونده، این بخی بوش آمریکاست، تو پیمان نفتا هست اونجا. سرگی ریواوکوف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی گفتش اکنون فرست بسیار طولانی علاوه بر این کشورهای وجود دارن که توجه ویژه به اتصال سیستم بانکی توسعه بریکس نشون میدن، یعنی یه سیستم بانکی به وجود میاد که دارن الان البته توسعهش میدن، و گفته که ریاست فعلی اتحادیه آفریقای جنوبی گام بعدی مهمی در این راستا خواهد داشت. در این مورد کوچکترین شکی نیست که اعداد به معنای واقعی کلمه هر ماه متفاوت است، تعداد افزایش می‌یابد. من 16 را به عنوان یک عدد واقعی ترجیح میدم. اکنون حدود 20 کشور از جمله مصر، ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اندونزی، مکزیک، تعداد از کشورهای به اصطلاح آفریقایی در این راستا، یعنی ای میگن جهان 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 محکوم کرد جهان فلان کرد، 85% مردم جهان توی کشورهایی که اوران توزر شانگای بریکس و با چین و روسیه کاری میکنه، 85% جمع
اینا با 15% جمعیت جهان ای میگن ما جهان، جهان محکوم میکنه، جهان فلان میکنه. و این با قول معروف قدیما میگفتم فلان چی در بازار مسکری لاف در غریبی. خب یعنی البته فلان چیز نه، اون باد شقایقی که دائما از آقای بایدن میزنه بیرون، باد شقای باد بایدن در دریای مسکری و لاف در قد غریب. در صورت دوستانم خوشبختانه تحرکی در کارشون به وجود اومده، لاک میزنم به به، خوشحالیم که این صحنه رو ببینیم که لاک میزنیم. چون دوستان به خاطری میگم که هرچی بسی که لاک من که زیاد وارد نیستم، خود آقای سمی شاید بهتر وارد باشه، لاک بزنه این به قول معروف بیشتر نشون داده میشه، یا بیشتر چی میگن میاد به رویت شما. و در صورت بازگو دارم از دون به خاطر لایکاتون، به خاطر همکاریاتون، به خاطر کمکاتون، در صورت ممنونم. آقای سمی در شما سخنی پایانی چی دارین؟ خلاصه در خدمتتون هستیم. من یه اشاره دیگه رو کنم، یه جای دیگه هم از صحبتش آیت الله خامنه‌ای اشاره میکنه به بیانیه اخیری که هم حسین موسوی داشت هم خاتمی. اسم برای اشاره به همون میکنه که میگه تبدیل نظام مردم سالاری اسلامی، صحبت از تحول و تحول ساختاری و تغییر و انقلاب و اینجور چیزا دیدید باشه که استفاده کرده بودن این ها اشاره میکنه برمیده که تبدیل نظام مردم سالاری اسلامی به حکومت فردی و مطیع یا حکومت به ظاهر دموکراسی، اما در عمل هیچ فرمان غربی ها را هدف نهایی سخنان ظاهراً تحولی مستقرا خواندند و آنها در هر کاری به دنبال تسلط سیاسی و اقتصادی بر ایران و واقعیت کشور است. این تیکش مستقیماً به اونها برمیگرده. ایشان بعد از این مرزبندی شناسایی نقاط قوت و ضعف کشور رو پیش سرینه زمینی تحول برشمارد، گفتن پیمان وسیل دشوار تحول نیاز به اعتماد به نفس ملی دارد. آخر صحبت هم گفتن که در توصیه مهم همه افراد دارای توانایی سخن گفتن با مردم و صاحبان رسانه چه در فضای مجازی و مطبوعات و چه در صداوسیما را به امید آفرینی فراخواندند و گفتن سعی دشمن ناامید کردن جوانان است و ما در مقابل باید مسائل پرشمار و انگیزا در کشور امیدآفرینی کنیم. همه این وظیفه رو جدی بگیرن و این تیکش مهمه که دیگه ایشان امیدآفرینی رو به معنی پنهان کردن ضعفها و خودبینی ندانستن و افزودن ضعفها هم باید بیان شود، اما در کنار آنها باید نقاط امیدبخش و آیندهها. متاسفانه صداتون بازم کدار شده. کدار شده؟ شاید اینترنتش. حالا ضعف ها هم باید بیان شود، اما در کنار آنها باید نقاط امیدبخش آینده و روشن نیز نشان داده شود. این یه چیزی هست بعضی را فکر میکنم نقد کردن و یا مثلا واقعی گرایانه حرف زدن معنیش اینه که یکی به میل بزنن میخ بزنن یکی به نل بزنن، مثلا یه جا یه چیزی مثلا دفاع کردن یه چیزی دیگه هم حمله کنن شید به تناقض گویی میفتن. بعضی هم که خب البته کلن به اصطلاح ماله طلایی دستشونه میخوان ماله کشی بکنن، خب اینا همش غلطه. بعد هم از اون طرف هست سیاه نمایی میکنن. من یاد یه بیت خیلی قشنگ به سعدی میندازه که میگه نه هر کس حق تواند گفت گستاخ، سخن ملکیست سعدی را مسلم.
دیگه حق گفتن هم خواهر هر کسی نیستش، اونم خودش هنری میخواد، سعدی خودش استادش بود دیگه، یه جوری نه میتونه زبان آتشینی هم داشت، ولی یه جوری صحبت میکردش که کسی که داشت مورد نقد واقع میشد خودش لذت میبرد. خلاصه این هم جزو ظرایف کار، این هایی که میگن خیلی همه چیز سیاه و ناامید کننده است و بنبست و سال خوبی نبود و سال خوبی نخواهد بود و از این حرفا میزنن، اینها سرشون مشخصه و دورشون هم تموم شد. یعنی اون مثالی که زدم، اون خانومی که از زندان آزاد شد و بعد به خونه نرسید و دوباره گرفتن، اینا کسایی هم که دارن هزینه میدن به خاطر تشخیص غلطشون و تحت تاثیر جبسازی هایی که یه دفراد مغرض میکنند، اینا هزینهش اینا میدن، اونا خودشون زیاد هزینه ای نمیدن. این رو خلاصه باید همه حواسشون باشه دیگه، به خاطر استفاده یه آدم سوء استفاده چی هزینه ندن. حالا سوء استفاده چی ممکنه یکی از همین سیاسیون داخلی باشه یا یکی از اون فعالین پشت صحنه در داخل باشه، یا میتونه یه آدم رسانه چی باشه که نمیدونم توی لندنی نمیدونم جزایر قناری جایی نشسته برای خودش برنامه درست میکنه و یه مخاطبی هم میان میبینن و حالا جمعگیر میشن چی میشن، این هم این طرف اون درآمدش رو از این طریق کسب میکنه و استفادهش رو میبره، خیلی هم بایش مهم نیست که مخاطب چه بلایی قرار سرش بیاد چه هزینه. خلاصه اینو دیگه هر کسی خودش باید حواسش به کار خودش باشه. درست، سپاسگزارم از شما و خیلی ممنون از دوستان که لود کردن تشریف خوردن و امیدوارم که برنامه بعدی مخاطبین بیشتری باشه و بتونیم از مسئله پشت مسئله بر بیام. درست، پیروز و سربرند باشه. خداحافظ.